دوباره خوش آمدین ادامه برنامه صبح زندگی رو میبینین و آرزو میکنم که بخندین، شاد باشین و از زندگیتون لذت ببرین. سخت‌ترین شرایط که هست در اون لحظه لذت بردن از خنده کیفیت خاص خود داره. همون گونه که در قبل از وقفه گفتیم، مهماندار هستیم، مهمانان بسیار عزیز داریم در استودیو با خود که بصیره جان معرفی میکنم. بله، خواهر برادر نازنین هستن، گرچه خواهرها و برادرها یک رابطه هم عاطفی دارن نمره یک دیگه، هم جنگی دارن. ببینیم که مرسل جان و برادرشان چه قسم یک رابطه به خود دارن. خوش آمدن، عیدتان مبارک. تشکر میکنم. سلام بر شما و سلام به تمام بینندگان برنامه تلویزیونی شما. آرزو میکنم که عید را با خوبی و خوشی سپری کرده باشین. در دومین روز عید سعید قربان قرار داریم و از همین طریق عید را بر شما و تمام بینندگان برنامه تان تبریک عرض میدارم و همچنان بر تمام هموطنان عزیز ما چی در داخل و بیرون از کشور هستند عید را تبریک عرض میدارم. آرزو میکنم که این عید را با خوبی و خوشی سپری کرده باشین. بسیار تشکر حامد جان. سلام. و بانو تلاش، سلام، خوش آمدید. خدمت شما، خدمت بینندگان تلویزیون آریانا، امیدوارم که خوب صحتمند باشن و ایده از طرف تلویزیون آریانا به تمام بینندگان عزیز و برای شما تبریک و تهنیت ارسال. بسیار تشکر. چطور گذشت روز اولی؟ خیلی خوب. آرزو میکنم شما خوب گذشته باشه. خب در کل ما روزهای اولی را برای مهمانای ما که میخواین به خاطر منتظر بودین، بله، اختصاص قرار میدید. قربانی کردین یا نه؟ خب راستش بگویم صادقانه امسال نه خیر، چون بعضی مشکلاتی که بود دیگر نتونستیم. خب خوب است، از جنجالش خلاص شدیم. یه گپ دیگه هم هست که آقایان بیشتر منتظر می باشند، بانوان 3 روز عید مکمل منتظر می باشند، با 30 روز بعد از عید باز عید می کنند. 30 روز؟ دیگه یک ماه مکمل از شما عید است. این عادت است. در کل عادت می باشه، بله. 30 روز نه مرسل جان، 30 روز است. 30 روز نه دیگه، عید خانمان کم گفتم 7 روز باشه. 7 روز نهایت 7 روز است. زمان زیاد نشه، این دفعه 40 روز نشه. نه، رفت آمد هست. نه برای رفت آمد تو 7 روز 7 روز نیست، زیاد است. شما خیر سال بفرمایید با ویندا. خوی تصمیم واگذار میکنیم به بینندا دیگه، فکر نکنم 30 روز باشد، 7 روز نهایت 6 روز اگه کدام روز دوینش وقت بگه. نمیفهم. خب مرسل جان، قصه کو از روزای عید دیروز چطور گذشت برد، به کجا رفتی؟ دیروز بخیر گذشت، دیروز دیگه کلان در خانه بودیم دیگه، امروز دیگه میخوایم که امروز از اینجا شروع کردن تصمیم رفتن است بخیر. قصد داری کجا برین بخیر؟ خانه اول؟ خانه اول دیگه خانه مادر کلانم قصد داریم بریم. خب در کل عیادت بزرگان مهمتر از هم است و ما اختصاص میتیم اول بزرگان از اقارب خیش شروع میکنیم، از فامیل های نزدیک ما، بعد به تو دوستا و همکارای ما. مرسل جان از لالای تیدی گرفتی؟ تا فعلا نه. چرا؟ چون دیروز در مصروفیت ها ما خودم قرار داشتم و در کل نتونستیم درست با هم باشیم و ایده که یک رسم رواج دیرینه ما است و ما باید از کوشش کنیم را زنده نگه داریم بین خود، چون یکی از لذت های عید امید گرفتن عیدی و یا هم دادن عیدی است و انشالله که برشان میدم. خواه این از دمین جواده کرد مرسل جان که بر تیدی میده. بله بله، نمیتونستیم چیزی بگیم. در ایده تو گام بر تیدی داده یعنی؟ بله دادن. بسیار خوب. امروز دیگه خانه مادر کلان میره. بله. ایدی میگیرن از مادر کلان تا شما؟ بله باید بگیریم. از همین طریق برشان همیال میگیم که آماده باید باشن. خب مادر کلان شان که برنامه رو میبینه نقمه رو بس بگیرن از شان. قربانی کردن خبر دارن یا نه؟ قربانی کردن بله. پس ایش دیگه ایدی دو برابر شد. ایدی کاملا آمادگی خود گرفتن، ایدی دارن؟ دارن. خب این رسم رواج همیشگی است که در تمام خانه های افغانستان، اگر برین شما میوه خشک کلوچه و میوه تازه هست حتما. برخی ولایت ما باز یک سر رسم و رسومات بسیار متفاوت دارن، جالب است. ولی از رسم رواج طرف خودتون بگین که چگونه هست؟ خب در کل رسم رواج مردمان فرق میکنه از اقوام مختلف. دیگه ما از کابل هستیم، رسم رواج ما هم به این شکل است. میوه جات خشک میگیریم و دیگر میوه جات تازه داریم به این شکل. چیز جالب است در رسم رواج مردم کابل که در دیگر اقوام نباشه؟ زیادتر رسم رواج های جالب داریم، ما میتونیم در ولایات شاهدش باشیم و بسیار شکل های مختلف اونا
از عید استقبال. نه خیر، در کابل منظورم بود، مردم کابل کدام چیز متفاوت دارن؟ مردم کابل کدام چیز متفاوت نداره، از همگی شاید یکسان تر باشه، ولی فرق میکنه بعضی ها. بله، و سروش جان متوجه یک چیز که شده باشه، تمام مردم که در کابل زندگی میکنن، بله، از هر ولایتی که باشن، امو رسم و رواج مردم کابل به خود گرفتن. در کل وقت وارد کابل میشن، باشین وارد کابل میشن دیگه، همگی اونم یک فرهنگ را میخواین که پیش قدم بگیرن و انجامش بدن. بله، خب مرسل جان خودت برام بگو مصروف چی کارها می باشن غیر از این در روزهای رسمی؟ غیر از این مصروف یک کورس آموزشی داریم، در اونجا دیگه بخش تدریسش و بخش مدیریتش پیش میبریم. بسیار خوب، کدام مضمون تدریس میکنه مرسل جان؟ بخش ریاضیات و بخش هم تو انگلیسی زیادتر دیگه، بخش ریاضیات. چقدر بخش سخت؟ خیلی سخت. طول زندگیم یاد نگرفتم ریاضیات، همیالم که از ما امتیاز بگیرین یک جمع دونه میتونم. سه مشکل است. ما در کل صادقانه بگیم دخترها در ریاضی ممکن بهتر از پسرها باشه. شاید اینم از نظر خود میگم. حال خیر سالت. نه ما تعریف شونه در کل تعریف ما اعتراف میکنم، چون برای ما چون در راسته همی سکتورهای آموزشی هستیم، یعنی نهادهای آموزشی میبینیم که نسبت به بچه‌ها علاقه دخترها به آموزش زبان‌ها و همچنان ریاضیات و علوم ساینسی می باشه و در کل بیشتر از بچه‌ها کرده زودتر بله. یاد می‌گیرن. یک چیز جالب که در سروش است، یک دو جمع کردن خوب نیست، ولی باز در حسابی پیسه بسیار خوب است. در کل یک افزون نیست که بولا نمیشه. در حسابات باید از دقیق باشیم چون حق می باشه. اینطور است که در تمام نواحی همانگره که آمین جان گفت، رسم و رواج متفاوت است، برخورد ها متفاوت است و ما چه میگن رفت آمد خودم متوجه می باشیم که روز اول باید منتظر کی ها باشیم، روز دوم منتظر کی ها باشیم. رسم و رواج نان و چاشت دارین بین مردم که خب در کل مهمانی داریم، دیروز پر از مهمانای عزیز داشتیم که آمدن و در کل ما سه روز عید را کوشش میکنیم برای مهمانای خود غذای آماده کنیم، چی چاشت باشه یا شب، در کلی فرهنگ ما هست و ایره آمادگی میگیریم. خانواده چند نفر هستین مرسل جان؟ در خانواده شش نفر هستین. شش نفر هستین، چند برادر چند خواهر؟ دو برادر سه خواهر هستیم، دیگه یک برادر اینجا نیستن. پس دیگه آمد جان دیگه کاملا گوشه میگیره خدا، یا کمک میکنه؟ نه من کمک میکنم، چون کمک کردن در کارهای خانه جدا از کارهای بیرونی یک امر واقعا ضروری می باشه، باید از کمک کنیم در کارهای خانه و نمیتونیم که از مرسل جان در باری صمیمیتتان بگو. بعض از خواهر و برادر هستن بسیار جنگ میکنن در بین یک دیگه، بعضی ها بسیار شیرین هستن. او هم از صمیمیت هست. شما خب در کل از صمیمیت هست. شما از کدام دستش هستن؟ من آمد جان زیاد دوست دارم دیگه تو تالایی. کدام وقت جنگ کردن؟ خب در کل اگر بگیم نکردیم هم درست نیست، چون بعض وقت اتفاق میفته روی بعضی از عادتها یا رفتارها یا بعضی از کارهایی که ناخوشایند می باشه دیگه کردیم، ولی بعد پوزش طلبیدیم و باز چه قسم جنگ میکنن؟ ملکنک میکنن؟ خب نخیر، جنگ ما شاید لفظی تر باشه به خاطر که ما به اون شکل پیش نمیریم، هم قدر یک گفتیم. و مرسل جان مویای برادر تانم خوب با ملکنک جور است؟ کدام وقت ملکنکش نه اصلا این کار نه، باز برعکس بسیار جالب شیست که ماهای برادر خود خواهرها بسیار دوست دارن. واقعا همینطور است. این شاید از دید من بله. تنها باشه، ولی من فکر میکنم تمام خواهرها همینطور است. بله. برادرشان زیباترین پسر دنیاست. واقعا. بر مادرم همونطور است. بر مادرم. و برعکس هم تو خواهرم که است بسیار چشم و هوش و حواسش به طرف خواهرش است که مواظبش باشه، خواهر و مادر و اینا را بسیار مواظبت میکنه و بسیار دوست داره که لباس که عمو سنگین ترین زیباترین شست بر خواهر خود داشته باش که رو بپوشه استفاده کنه. خب امروز روز ایدی گرفتن تان اصاب جان، احتمالا از کیها خواد گرفتین؟ خب قاعدتا اگر فکر کنیم باید از بزرگا برای کوچکترها ایدی بدهند دیگه، ما از همینجا میگم بزرگترها باید برای ما بتن و مهمان شما هستن. امروز چاش اول باید از شما شروع کنیم. از ما بزرگه ما قاعدتا اگر کی بزرگتر معلوم میشه؟ اگر قاعدتا فکر کنیم هر دوی ما کوچکتر از شما هستیم، در کل مهمان هم هستیم. ما 21 سال است. خب ما خودت هم سن هستیم. مرسل جان خودت چند سال هستی؟ من خودم چند سال هستم؟ چند سال هستم؟ ماسک پوشیده مرسل جان چی ریشه؟ درست ندیدم که من تشخیص میدادم که چند سال هم معلوم میشه. خب 20 سال هستم؟ 19 سال هستم؟ باشی؟ 17 افده ساله خیلی خورده است. خانه ما باش نرسل جانم تذکره میده بالا بین کارتای ماندگیست بیا. سروش همیم صبح برای من گفت که من روز میخوایم که سن سروش جان برتان کنیم. من سند رسمی برتانشان میتونیم که من
تقریبا 20 سال و 7 نیم روز میشه. سروش جان، من صبح تذکری شدیدم زمان که آسوبانه آماده میکرد باست تذکری شد و طرف من میدیدم سروش جان 32 سال است. نیز یک کم گفتی، کم گفتی، کم بارد 33 ساله میشه. از خاطر از اینکه ایدی بگیرین میتونه چلم معرفی کنه، میتونه میتونه حال دو سره و مطالعه مادر دارم. نصرت جان شاید بود، نصرت جان گفت که من 34 ساله هستم. سروش جان نصرت دال طرف بندل پیسه چش میرفتم این تذکره و بندل پیسه را اینجا بیارم عجیب خود پیسه میمانه میتونید نصرت جان عجیبت پیسه بانی در بینش بیاری حتما ما تو فهمیدو میتونید بدو دیدیم. خب خیر، این دیمه هسته میتونن ازش استفاده کنن، میوه تازه است، میوه خشک است، کلچه است، خیلی خوشمزه است. زنده باشین، سلامت باشین. مگر در شما راست حساب است؟ خب رسم و رواج مردم ما است که باید تصویر نگه داریم. همین رسم های دینی ما است، اسلامی است که خداوند متعال برای ما دو عید داده و دو فرصت برای ما داده که ما از این دو فرصت باید استفاده کنیم. با اشخاصی که به گفته بعضها خفه هستیم یا از ما خفه هستند، کوشش کنیم در امی طول ایام عیدی همراهشان دوباره آشتی کنیم همراهشان دوباره با یک قلب پر از محبت و صمیمیت دوباره با یک دیگر یک جا شیم و همچنان دست نیازمندا را بگیریم در همین ایام واقع. این مهمتر از همه است. مرسل جانم استاد است، ایشانم استاد است، از استادار شاگردها گپشان خوب میشنوه. بله، یک رسم رواج داریم، درست است، به اساس رسم رواج ما توانمندی پولی امروز اکثر مردم افغانستان نداره، اینو بپذیریم. خب اقتصاد بسیار ضعف داریم، همین طور است. کسایی هستن که توانایی ندارن که بخرن، ولی ببینید که قرض میکنن، میرن میخرن به خاطر که یک روز عید خوشحال باشن. یک نکته مهمتره که من میخوام اشاره کنم همین است که اگر ما حتی بریم در همون فقیرترین خانه هم داخل شویم، ولی میتونیم که ببینیم که مردمش میخوان به هر نحوه که تواناییش دارن از عید استقبال کنن و همین مهم است که در او خانه از تدارک و ترتیبات کرده مهمتر عشق و محبت و صمیمیت میباشه. فقط کافی است محبت و عشق با یکدیگر داشته باشیم، همین کافی است. همین خودش هر روزی دست. سروش جان ضرور نیست به نظر من که باید یک مقدار هنگفت را ما با یک کس کمک بکنیم، هر چقدر که در توان ما، حتی اگر 50 یا 100 افغانی هم میتونه بوده باشه، میتونیم کمک بکنیم. شاید از یک گوشی بسیار خرد از مشکلاتشون حل بکنه، یعنی ضرور نیست. و ما مطمئن هستم که بسیار از اشخاص هستن که وضعیت اقتصادیشون اگر عالی نیست، متوسط که 100% است و قدر از توانشون میای که کمک بکنه. من از خاطر میخواستم بپرسم توصیه مرسل جان دیواره چیز درباره می خرید هایی که با زینه های هنگفت میشه، حتی قرض میکنم. خیلی موارد دیدیم. خوب از دیگه وقتی که عید میباشه همه که تیاری میگیرن به خاطر عید دیگه از هر جایی. به نظر ما اگر همچون کارها را میکنن، از این کار در اولویت امی رفتار ما مهمتر است و عشق و محبت ما مهمتر است. اینا خود جز از آیین ما است که باید باشه و باید در همچون شرایط کوشش کنیم دست نیازمندا را بگیریم که نقل معروف است چو استادای دست افتاده گیر. و از همین طریق کوشش میکنم برای نیازمندانی که ضرورت دارن و به کسانی که تواناییش دارن کمکشان کنن و این یک صدقه جاریه هم میتونیم بشماریمش و همچنان یک کمک خیلی خوب هم میشه. واقعا مرسل جان، از خاطرات کودکیت برام بگو، چه خاطر خوش از ایدهای کودکیت داری؟ گرچه حالا هم تا که میگن سن اجره رو پوره نکنید سن طفولیت قرار داری، گرچه حالا هم کودک هستی، ولی بازم از اون خورترکی که اینقدر میباشی. از خورترکی دیگه همون تو رسم رواج هایی که بودن مثلا نیدی گرفتن بود و تیاری زیادتر بعید بوده که میگرفتیم دیگه، حالا میدامه داره همون تو همین خاطره ها میمونه. این خاطره ها هنوز هست، هنوز هم ادامه میتن، میخواید که هنوز هم ایدی بگیرن بفرمایید. ایدی چند بار باید بگیم؟ ولا دارم و عوضت ایدی گفته. ایدی گفته ما ایدی دادن دوستم دارم، بسیار از موارد ایدی هم دادیم، ولی بر مرسل جانم ایدی میتونم بعد از برای شکر زنده باشیم. خوب است، خوب است. خینه کردیم؟ خینه تا نه دوست ندارم. یا چی تو؟ دوست ندارم. خب اگر ما ایره بیشتر فکر کنیم، ما اصلا بوی خینه را دوست ندارم. شاید 5 سال یا 6 سال شده باشه که اصلا خینه نکردیم. خب درست، تشکر. برعکس دیگه دخترانه چوری دوست دارم، نه خینه. این رسم در گذشته ها بیشتر به شکل خاص گرفته می شد. مردم قبل از اینکه عید شروع می شد واقعا خوش می شدن، ولی سلسله مشکلاتی که فعلا در کشور ما جاری است، سلسله مشکلات اقتصادی و یا هم مشکلات دیگر را می تونیم شاملش بگیریم که در کل
میتونه مردم ما را رنجور ساخته باشه. ایدهای گذشته و فرقش با اید فقط در همی است که در ایدهای گذشته مردم توانایی بیشتر داشتن ولی در صلح و آرامش نبودن. فعلا انشالله که ما در یک صلح و آرامش قرار گرفتیم و از این لحاظ فکر ما جمع است، ولی سلسله مشکلات اقتصادی است که مردم ما را یک کم آزرده ساخته. انشالله حل شد. باید کوشش کنند که در ایام ایدی تمام مشکلات، رنج ها و کدورت و غم هایی که دارن را یک بخشش را کنار بگذارن و کوشش کنن از این رسم ماین به شکل درست و مناسب آمادگی بگیرن. واقعا خیلی مهم است سروش جان، قسمی که خودت هم در شروع برنامه یادآوری کردی، در لحظات سخت خندیدن و مهمتر از هم انگیزه ماست که نباید انگیزه ما را از دست بدیم. زمانی که انگیزه ما بالا باشه او وقت راه خود به خود بر ما باز میشه، راه خوشی باز میشه، راه کار کردن بر ما باز میشه. ولی زمانی که ما تلقین کنیم به خود انگیزه منفی را، درد و غم شرایط دیگه سخت‌تر میشه بر ما. خوب است که در هر شرایطی که قرار داشته باشیم این را به خود بگوییم که ما میتونیم. زمانی که اگر به این باور هستیم که خوشی نمیمانه در یک حالت خود، این را هم 100% باور داشته باشیم که غم و سختی هم نمیمانه. فقط شما توکلتون از دست نتین، امیدتون از دست نتین و زحمت کشید. آه هیچ چیز سخت نگیرید، مثلا بگین خورده میتونم. خب حالا تغییر میکنه، اما نقل معروف است که میگه دائما یکسان نباشد حال دوران، غم نخور. دیگه ما باید از امید داشته باشیم به تغییرات مثبت، به تغییرات بیشتر و نباید ناامیدی داشته باشیم. مشکلات گذرا هست، امید هست، میگذرد. بله بله مستر جان، امروز دیگه بخیر میرین خانه مادر کلان، حتما چاشت هم میباشین اونجا. صد فیصد. دیگه چی دوست داری آماده کرده باشه بر تگه؟ کدام چیز فرمایش داری میتونی از اینجا با مادر کلان جان آمادگی خود بگیرن؟ من غذاوات همون غذاوار دوست دارم، کدام غذایی نیست که. خب در کل روزایی دیگه ما تمام غذاوار دیگه آماده بسازم مستر جان. خب دیگه مادر کلان جان هم شاید ببینه برنامه را برشان گفته میبینم، از همین طریق برشان اید را تبریک میگم، آرزو میکنم که خوب و صحتمند باشن. انشالله دیگه بخیر. بعد از چند ساعت دیگه، شاید یک نیم ساعت یک ساعت دیگه بشان باشن. انشالله. و کسانی که امروز از همدیگر دور هستین هم مثل که احمد جان گفت، برین کدورت ها را کنار بگذارین، برین ایدی بکنین، با دوستایتان ببینین و از لحظات خوش زندگی هم لذت ببرین. ما امروز هم جمع مهمانای ورزشی هم داریم در ادامه برنامه که از اونها هم حرفای رو خواهد شنیدیم. کدام جای عصبانی شدی در روزایید؟ خب در کل اگر بگیم از لحاظ احساساتی، در کل در همه انسان ها وجود دارم، نمیتونیم ازش اعتراف کنیم. بعض وقت ها بعض عادات از روی عادات بتونیم بگوییم میشه، یا از روی رفتارها، یا از روی کدام برخورده ممکن عصبانی شده باشیم. در کل اگر عصبانی شدیم موقتی بوده، پس دوباره رفتیم با هم دیگر مثلا هر کسی که بوده گپ زدیم و پوزش طلبیدیم، مشکل حل شد. مرسلا میشم تو آرام هستی؟ من آرام هستم. در کل آرامتر هستم، اما تو عادتشان هست. باز چطور سکینه هستی یا دل پاک زود امو خفگان و جنگ هست یادت میره؟ اما تو جنگ از یادم میره، هیچ من تو کینه ندارم در خود، مثلا که امرا یک جنگ کنم و در مقابل از او کینه بگیرم. چقدر خوب. بعضی اوقات دست خود آدم نمی باشه کینه گرفتن. من نمیتونم باز زود فراموش کنم، هر چقدر کوشش میکنم زود نمیتونم، ولی در روزهای ویژه باز کاملا مثلا اید می باشه. من شاید ظرف 3 دقیقه یا 5 دقیقه بعد آرامش بسازم. بله، این چیز در وجود خودت و سونیتا جان من بسیار زیاد متوجه شدم که بسیار جنگای کلان مو بلند شده، ولی 5 دقیقه و 3 دقیقه بعدش، یعنی ما با مو چشم جنگ قبلی به طرفشون میبینم، اینا کاملا یک شیوه دیگر، یک برخورد دیگر که من بسیار حیران میشم چطور زودتر فراموششان میشه. گپ نفر میگه ما میگیم بشد من هم بشرم. در کل بعضی ها هم تو کینه‌ای میباشن، یا بعضی ها هم کینه‌شان کمتر میباشه، زودتر آشتی میکنن، ولی بعضی ها میگذارنشن. حتی با بعضی از کارهای بزرگ نمیخواین با یک دیگر آشتی کنن، ولی من همین فرصت را میبینم، همین دویده که داریم بهترین فرصت را است که خداوند بر ما داده، ازش میتونیم که به صورت درست استفاده کنیم. این دویده است که ما باید با یک دیگر محبت داشته باشیم، عشق داشته باشیم و یک دیگر را ببخشیم. طبعا مشکلات واقعا. مرسل جان در کدام کارخانه بسیار لایق هستی؟ من کلان تمام کارهای خانه دوست دارم، تا ظرف شستن زیاد خوشم. ظرف شستن خوش داری. آشپزی چطور هستی؟ آشپزی هم خوب هستم. چی را خوب پخته کرده میتونی؟ تمام غذا را خوب پخته کرده میتونم. دیگه
بغیر از برنج؟ بغیر از برنج ما بوز یک وقت میتونستم برنج آماده بسازم که متاسفانه فراموشم شد. از دستم شاید بیه ولی فراموشم شده. خانواده چقدر تشویش خواد بود؟ نه خانواده دیگه غیر از آشپزی دیگه مهارت های بسیار خوب رام دارم. میخوایم که صحبت های پایانی رو داشته باشم. حامد جان و مرسل جان بفرمایید. رادیون ما در خدمت شماست. پیامتون داشته باشم. باشم. قربانتان. پیام ما برای تمام از همتانای معمی است که مشکلاتی که هست فعلا اینا را باید است بپذیریم که هست و گذرا است. نباید از رنجور باشیم. مشکلات اقتصادی اگر هست هر آنچه که هست. و پیام ما برای توانمندا همی است که کمک کنین در همچون ایام از کسایی که تواناییش ندارن و نیازمند هستن دستشان را بگیرین، کسایی که افتاده هستن. و نقل معروف از ارنستو چه گوارا است که میگه عید من روز است که یک زحمت یک ساله دهقان شام یک شب پادشا نباشد. آرزو میکنم که عدالت منصفانه بین تمام هموطنان ما تامین گردد تا بتوانیم کسایی که نیازمند است و کسایی که تواناییش دارن دست یکدیگر را بگیرن. بفرمایید مرسل جان شما. امیدوار هستم که همتان عزیزم بدور از کینه و کدورت بدور باشن دیگه. عید قربان به خوبی و خوشی بزنن. بسیار تشکر مرسل جان و تشکر زنده باشم از اینکه تشریف آوردین به برنامه ما. انشالله که بقیه روز و عیده هم به خوبی و خوشی سپری بکنه. شما هم تا یک گلاس چای تازه میگیرین، ما هم دوباره برمیگردیم. باز هم مهماندار هستیم. بخش اصلی فرا میرسه. بخش نمیفهمم که چی داریم. اون رو بعد از وقفه باز معرفی میکنیم. وقفه.